شما خودتون رو بکشید، هیچ غلطی نمی‌تونید بکنید. حالا جرأت دارید صدای من رو پخش کنید؟ لعنت به حکومت ظالم جمهوری اسلامی. این شبکه وهابیت رو تعطیل کنید. خدا ان شاءالله محو نابودتون کنه بعد از صاحب زمان. یه روزی بشه از این آخونده راحت بشی، ما رو بیچاره کردن. الان من میگم 48 ساعته دارم نگاه میکنم، حتی یک بار صدای بینندگان شما نگذاشتیم. با سلام خدمت برنامه خوب تریبون مردم شبکه کلمه، خواستم یه چند تا شعار بدم. خامنه ای وحشی وقتش دیگه گمشی، خامنه ای وحشی وقتش دیگه گمشی. این شکنگنده های رژیم فقط به فکر شکمشون هستن، به فکر شکم ملت و مردم نیستن. ممنون از برنامه های خوب شما. خدا حافظ. لعنت بر خامنه ای ستمگر، خدا لعنتت کنه. سلام به دستندرکاران شبکه کلمه، فقط یک چیزی میخوام بگم. درود خدا بر مولانا عبدالحمید و این غیورمرد زاهدان. این مرد از جانب خدا نظر شده و اومده که کشور ما رو از دست این آخوندها، از این رژیم، از این سران بی ارزه نجات بده و ما تا آخرم وایستادیم و تا آخرین قطره خونمون ازش دفاع میکنیم. درود خدا بر مولانا عبدالحمید. وقتی شبکه کلمه رو باز میکنم، نگاه میکنم، یک امیدی به من برمیگرده، یک آینده خوبی به من نشون داده میشه. درود خدا بر مولانا عبدالحمید. بسم الله الرحمن الرحیم. ملت ایران، خداوند متعال این آخوندها را آورد از مهربانیش که ما بفهمیم دین آخوندها چی نوع دینی است، و اگر تا حالا نفهمیدیم پس که میخواییم بفهمیم. اینهایی که حکومت میکنن بزرگتر از اینها در دین شیعه نیست، اینها همه ولی فقیه، مرجع تقلید و همه آخوند هستن. شما نگاه کنید یک حرف راست از اینها بیرون نمی آید. دینی که این همه دروغ و نیرنگ داخلش باشد چی نوع دینی است؟ ملت به خود بیایید، برگردید به توحید، به دین پدرانتان که اونها قبل از ورود شاه اسماعیل همه موحد و فقط خدا را می پرستیدن و دنبال امام زاده ها نبودن. ملت ایران، برگردید به سوی الله. برای یک بار هم شده یک هفته یک ماه به سوی الله مراجعه کنید، ببینید به سوی الله بودن چه لذتی دارد. و مسئله دوم، من یک ایرانی هستم و حرف حق را باید گفت. جهان یک روز توان مدارا با ایران را خواهد دید. صبر کنید که به سلاح اتمی دست پیدا بکنند. و خدا قسم در فکر اینها فقط تباهی و نابودی و سیاهی بیچارگی چیز دیگری نیست. چون عقیده اینها است که تنها راه ظهور امام زمان خیالی نابودی دنیا و تباهی است. جلوی این آخوندهای حبیس را بگیرید. و السلام. سلام علیکم، امیر هستم از ایران. مردم ایران، شنوندگان عزیز، چه شیعه چه سنی، خواهشن قرآن و معناشو بخونید. فرانسوی ها، آلمانی ها، انگلیسی ها، آمریکایی ها، به خصوص انگلیسی ها، به خصوص همین آقای مشیری، فارسی قرآن رو از حفظن. ولی متاسفانه من تا الان ندیدم یک شیعه آیه قرآن که حفظ نیست، هیچی، معناش هم از حفظ باشه. یعنی معنایی رو بگه، بعد بگه این معنایی که من حرفی زدم مال آیه فلان سوره فلان، سورش هم نه آیه شو بگه، یا آیه رو نه سورش رو بگه. هیچی نمیدونیم ما، فقط بردیم بگیم علی داشت سخنرانی میکرد بالای منبر، ماری بزرگ و قوی اومد تو و همه در رفتن، علی گفت بشینید بشینید بشینید، یا گرگی اومد تو مسجد. من نمیدونم این گرگه چطوری تونست بیاد تو شهر، هیچ که کارش نشده باشه، بیاد بیشه علی بگه بچه ما، زن من مخواد بزاد. آخه زن گرگ چه ربطی به علی داره؟ ربطش فقط اینه که خود علی گرگ صفته.
شما هر جور من میخونم کتابی رو که جایی پیدا کنم. علی رفعت داشت، ببینید یک کلمه جایی رو من میخونم که بگین علی رفعت داشت، پیدا نکردم. تا حتی تو کتابای شیعه هم پیدا نکردم. اگر رفعتی رو میگفتن اول و آخرش میدیدی با ظلمه، هزار رکعت نماز میخونه، نمیدونم چیکار میخواد. پس این آدم نبوده دیگه، چه وقت میگرده کار کنه؟ اصلا چه وقت میگرده غذا بخوره؟ تو دسته برادرش زغال میذاره، اینه میگن رفعت دیگه. با تشکر خواهش میکنم قرآن رو با معنا بخونید. سلام به دستندرکاران شبکه کلمه. فقط یه چیزی میخوام بگم، درود خدا بر مولانا عبدالحمید و این غیورمرد زاهدان. این مرد از جانب خدا نظر شده و اومده که کشور ما رو از دست این آخوندها، از این رژیم، از این سران بی ارزه نجات بده و ما تا آخرم وایستادیم و تا آخرین قطره خونمون ازش دفاع میکنیم. درود خدا بر مولانا عبدالحمید. وقتی شبکه کلمه رو باز میکنم، نگاه میکنم، یک امیدی به من برمیگرده، یک آینده خوبی به من نشون داده میشه. درود خدا بر مولانا عبدالحمید. شما خود کنو بکنید، غلط نیستید بکنید، لعنت به حکومت ظالم جمهوری اسلامی، این شبکه وهابیت رو تعطیل کنید، خدا ایشالله محو نابودتون کنه بعد اصحاب زمان. یه روزی بشه از این آخونده راحت بشیم، ما رو بیچاره کردن. الان من میگم 48 ساعته دارم نگاه میکنم، حتی یک بار صدای بینندگان شما نگذاشتیم.